خودمو میشناختم، از این جهت من خودمو میشناختم، معلوم نمیشه دارم که میشنوم میگم حتما در مورد کسی دیگه این دارن حرف میزنن که مخصوصای مسیحی که در من زده میشه. آمین. جلال بد خدا بود، جلال بد خدا بود، بعد میگه نه بابا جلال بد خدا بود بر من نه. حالا در صورت تمام جلال از آن مسیح بحثی هم کردیم با همه ضعف‌ها در جلال نام خیلی خوشحالیم از دیدن همه شما را دیروز که تشکر بودید و مخصوصا از کشیش دکتر رامین چنگیزی هم با همسرشون گرجو که گروه از بچه های کوچیک ما بوده در ارومیه تا امروز هم خدا رو شکر که دیگه خانم بزرگی شدن و همسر مناسب برای کشیش رامین. خیلی خوشحالیم که برای من میتونیم این سرود من خیلی راحت یاد گرفتنش دیروز یاد گرفتیم ولی خب دیگه امروز از حفظ هم میشه کن دیگه در خانم در خانم با محبت عیسی زندگی چقدر شیرین هست بعد چند دوم در خانم در اینه که در کلیسا اینه دعا با محبت عیسی در خانه هم در خانه هم در خانه
خواهم بگید. خیلی ممنونم. چون موضوع ما ربط داشت به عشق بشمردن به مسیح. درست ما در مورد دیروز دو جلسه در مورد این که عشق مسیح چیه و چرا اهمیت داره و چیکار باید بکنیم من چیکار باید بکنم امروز میگم خصوصیت یک شخص عاشق مسیح چیه در مورد اون صحبت کردیم ولی گفتم که اگه ما عاشق مسیح باشیم حتما از این سرچشمه عشق به همسر و بچه ها خانواده و بقیه عزیزان ما سرایت خواهد کرد اصل کار اونه من یادم یک بار یک جوانی میخواست ازدواج کنه پیش یکی از کشیشان ما رفت گفت شما نامزد منو نمیشناسید ولی من میخوام شما به من کانسلینگ بدید در مورد گفت خب حالا شما یکمی در مورد نامزدتون حرف بزنید ببینم چیه گفت اولا همزبون خودم از قوم خودم یه دونه صفر تو کاغذ گذاشت این صفرهای درشت انگلیسی یا آلمانی گفت چرا صفر گذاشتی مگه کار بدی کردم با قوم خودم ازدواج میکنم گفت نه تو ادامه بده بعد میفهمی حکمت این صفر چیه گفت دیگه چی داره گفت به ما میگه بیرون نیا که من بیرون اومدم یعنی خیلی خوشگله صفر دوم رو گذاشت گفت خوشگلی بده گفت نه گفت چرا صفر میذاری گفت بعدم میفهمی ادامه بده دیگه چی داره گفت خانوادش خیلی خانواده محترمیه صفر صفر کارش خیلی کار خوبیه صفر چهار خیلی آدم با سواد و با شعوریه خیلی با کلاسه صفر پنجم آدم سالمیه از هر جهت روحی روانی جسمی شیش تا صفر مونده ولی شد و این آقا ناراحت بود که به انتخاب خودش توهین شده شیش تا چیز خوب گفته این آقا شیش تا صفر ردیف کرد گفت حالا به من بگو حکمتش چی بوده که تو میگی بعدم میفهمی گفت آره چیز دیگه هم داره که تو نگفتی یکم فکر کرد بابا این خانوم عاشق عیسی مسیح مسیح بالاترین شخص زندگیشه عیسی خداوند زندگیشه گفتیم چرا زودتر نگفتی یه دونه یک گذاشت کنوی شیشتا سه شد چقدر؟ یک میلیون گفت الان یه میلیون میارزه ولی بدون اون یک همش صفر نگفتیم زیبایی بده کار بده مقام بده ولی این صفرها وقتی ارزش پیدا میکنه که جلوش یک بشه آمین عیسی مسیح اولویت زندگی شما هست یا نیست برترین و بهترین همه هست یا نیست آمین خودش گفته من تاکم شما شاخه اگه در من نمانید من در شما نمانم شما بی‌ثمر خواهید بدون من هیچ نمیتوانید کرد اوگوستین مقدس میگه خدای تو ما را برای خودت آفریدی تا موقعی که ما در تو قرار نگیریم بیقراریم حالا اگه شما خارج از مسیح آدم خوشحال و خوشبختی هستید و خیلی هم زندگیتون موفق و مبارک پر از امید و اینا هستید اصلا مسیح نشید اصلا نشید و مسیح به شما احتیاج نداره شما تو همون خوشبختیتون باقی بمونید بذارید ما بربخت بمونید ولی اگر واقعا نیستید فروتن بشید در حضور او بگید خداوند بر من آدم بیچاره رحم کن بیا خلای منو تو پر کن بدون مسیح ایمان ما اینه زندگی ما جهنمیه اصلا گاهی وقتا میگم ما با مسیح رو داریم به زور داریم زندگی میکنیم تو این دنیا اونایی که ندارن چیکار میکنن من نمیدونم اصلا برای من این سوال خیلی دردناکه در صورت برگردیم به موعظه امروز و صحبتی که قول دادم به شما امروز بکنم دیروز به دو تا سوال جواب دادیم که چرا عشق مسیح بالاترین همه است و بعد خصوصیات یک عاشق مسیح چیه یا عاشق مسیح چیست
و امروز میخوام به این سوال جواب بدم که چه کار بکنیم تا عاشق مسیح بشیم. من عرض کردم دیروز که عشق مانند یک باغچه است که اگر شما بهش رسیدگی نکنید اون باغچه خراب میشه. اگه آب ندید، کود ندید، هرس نکنید، جدول بندی نکنید، سمپاشی نکنید، چیزایی که لازمه برای یک باغچه انجام بدید انجام ندید، اون باغچه خرابه میشه. بنابراین عشق باید بهش رسیدگی بشه. خیلی عاشق میشن ولی عشق رو نمیتونن حفظ کنن، در نتیجه عشق میپاشه. اما در مسیح ما دعوت شدیم که بتونیم در عشق به او نه تنها ثابت بمونیم، رشد کنیم و هر روز بیشتر از قبل عاشق او بشیم. خیلی از من پرسیدن از مسیحیان که من قبلا خیلی عاشق بودم اما به مرور این عشق تضعیف شد و الان من مثل قبل عیسی مسیح رو دوست ندارم. این عشق در من خشک شده. من نمیدونم چیکار بکنم. راههای تولید عشق به عیسی مسیح چیه؟ خب اولین راه اینه که توبه و ترک کنیم همه مواردی که مانع عشق ورزیدن ما به خداوند. توبه و ترک کنیم همه موارد رو. ببخشید که تو پاورپوینت دیروز سعی کردیم بندازیم ولی مشکلی پیش اومد نشد. پس شما پس همینطور بشنوید یا یاد داشتن میکنید. هر چیزی که مانع هست از عشق برخیدن ما به خداوند ما باید توبه کنیم. اصلا ضد کلمه توبه ثواب نیست از این. ضد کلمه گناه ببخشید. ضد کلمه گناه باید بگم. ثواب نیست. کارهای خوب انجام دادن نیست. ضد کلمه گناه توبه است. هر گناهی که ما را اسیر کرده یا بعضی چیزا هم گناه نیست، بار سنگینه، ما را اسیر کرده و نمیذاره که ما متمرکز عشق به مسیح بشیم، باید اونو ترک کنیم. این اولین راهش. شروعش با اینه. در رساله عبرانیان باب 12 آیه 1 میگه ما خویشتن را از هر بار گران و گناهی که ما را سخت میپیچد رها کنیم. ببینید نمیگه یک چیز، دو چیز میگه. گناه، بار گران. یه چیزایی هست واقعا گناه آلوده، یه چیزایی هست بار گرانه، عادته، سیستم زندگیه، روش هایی که ما تو زندگی داریم ولی مانع عشق ورزیدن ما به خدا میشه. اونایی که گناه هست خب مشخصه چیه، من وارد اونا نمیشم. ولی مشکل خیلی از ایمانداران مسیح بارهای سنگین زندگیشون هست و من بعضی از این بارها رو میخوام نام ببرم که اسمش شاید گناه نباشه ولی اگه اسارت در شما ایجاد میکنه مانعی عشق ورزیدن شما به خدا میشه، یعنی جایگزین میشه. مثلا وابستگی زیاد به خانواده یا به دوستان، اشخاصی که فکر ما را بیش از حد مشغول کرده، یا تکنولوژی به صورتهای گذشت، به صورتهای گوناگونش، مانند فیسبوک که اصلا بعضی گرفتارن. من نمیگم بعد اینا، ولی اشخاصی که تمام زندگیشون این است، من اسیر شدم، صبح از خواب بیدار میشن به جای اینکه با خدا احوال پرسی کنن و رابطه با او برقرار کنن تو فیسبوک و هی دائم هم کنجکاو هم ببینن فلانی کجاست، الان با همسرش کجا بود. اگه میبینن مثلا یکی از دوستاشون رفته جزیره هاوایی، اونجا نشسته با همسرش داره کافی میخوره، یکی میزنه بیشتر همسر خودش میگه تو من علی آقا در نبردی ببین این فیسبوک در حقیقت برای بعضی شده فضولخانه و اصلا همش دنبال اینن که بدونن آدم ها چه کار میکنن و وقتی شخص خیلی میره دنبالش دیگه اسیر میشه، بعد میگه برای خدا وقت نداره، حبوی مسئول میشه، مشغول شدن با ایمیل ها، اینستاگرام ها،
که خیلی زندگی بعضی ها را تاثیر خودش کرده، یعنی کنترل ندارن روش، میرن تو بحرش ساعت ها، فیلم ها، سریال ها، حتما سریال های ترکی هم شما میبینید سریال ها گرفتار شد. و دیگه مرتب دنبال کردن این چیزا. ما یک مسیح خوب داشتیم در کلیسای لندن، این روزی دو تا فیلم باید میدیم، یعنی دو تا دو ساعت چهار ساعت در زندگیش برای فیلم. اون زمانی که هنوز فیلمات به صورت دیویدی و سیدی در میمدن، ایشون همه رو خریده بود. اصلا دو تا از دیوارهای خونش پر دیویدی رو سیدی. یعنی خانومش میگفت من آرزو دارم خونه ما آتیش بگیره، این فیلم ها این بسوزن. به وقت نداره با من صحبت کنه ولی گرفتاری. این بد نیست آدم گاهی ببینه، ولی اینطور اصیل باشه. یا خیلی ها امروز همه سیاست مدار شدن، ماشاءالله سیاست مدار های اطراف ما زیاد هست، بحث میکنن شدید. من اخبار رو هر روز گوش میدم، از دو سه جا گوش میدم، ولی مواظبم که زیاده از حد نرم تو بحرش، چون میبینم تاثیر میذاره رو وقت من، رو رابطه من با خدا. بعد مسلط بودش. هنر همینطور، کار زیاد همینطور، تحصیل زیاد، اشخاصی که فقط کارشون تحصیله، هیچ ارتباطی دیگه وجود نداره، یا کارشون فقط کتاب خوندنه. من معتقد به کتاب خوندن هستم، من خودم روی 3 ساعت مطالعه میکنم، همین الانش هم روی 3 ساعت مطالعه میکنم، ولی در این حال نمیدارم که این کتاب ها جایگزین رابطه من با همسرم یا بچه‌ام بشه. هر چیزی وقت خودش رو داره، اندازه خودش رو داره، و مثلا نمیدارم جایگزین رابطه من با خدا بشه. بنابراین هر چیزی که اسارت و بستگی روحانی ایجاد میکنه، کم کم این اسارت رو تبدیل به گناه میشه و ما رو از مسیر عشق به خدا دور میکنه. ببینید پولس رسول در اول قرنتیان 6:12 میگه همه چیز برای من جایز است، لکن هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، لیکن نمیگذارم چیزی بر من مسلط بشه. این خیلی مهمه. اسیر نیستم. وقتی اسارت پیش میاد دیگه ما نمیتونیم عاشق مسیح بشیم. به جهت افسونی گناه، متی 24:12، محبت بسیاری صرف میشه. افسونی گناه، گناه هست، عادتهای بد هست، اسارتها هست که اجتماع را از بین میبره. دیروز ما از افسوسیان گفتیم، یعنی کلیسای افسوس، که مسیح بهش گفت تو همه چیزت خوبه ولی یک مشکل اساسی داری، با اونیه که عشق قبلی تو نسبت به من از دست دادی. بعد رای درمانش رو چی میگه؟ پس بیاد بیاد از کجا افتادی؟ پای کی وسطه؟ چه هبویی اومده تو زندگیت که دیگه مثل سابق منو دوست نداری؟ بیاد بیار و توبه کن، وگرنه میام چراغان تو از مکانش نردم. چقدر برای خداوند مهمه که ما عاشق او باشیم. چرا مهمه؟ الان بیرون به این توها جواب دادم، ولی اشخاص که نبودم میخوام خدمتتون بگم. ببینید عزیزان، خدا ذاتاً عشقه، خدا عاشق، عاشق مشروع میخواد. خدا میگه اگه تو عاشق هستی میتونی با من رابطه داشته باشی، اگه نه من اصلا تو رو نمیشناسم، نه دعا تو میشنوم، نه با من میتونی رابطه برقرار کنی، نه اصلا به درد میخوری به عنوان یک شاگرد مسیحی. اگه من تو زندگی اولویت دارم و بالاترین همه هستم از نظر عشقی، تو میتونی شاگرد من باشی، در غیر این صورت لایق پیروی من نیست. اینا رو ما دیروز گفتیم. اینا خدا ذاتاً عاشقه و عشق نمیتونه یه طرفه باشه. ما دائم از خدا انتظار داریم ما رو محبت کنه، ولی خدا میگه تو چقدر من رو دوست داری؟ 3 بار دیروز این آیه رو خوندیم. 3 بار مسیح از پتروس پرسید آیا من رو دوست داری؟ چقدر اهمیت داشت که 3 بار پرسید؟ و
آیا مرا بیشتر از همه چیز دوست داری؟ برابر این توبه، امروز من میخوام شما از هر چیزی که اسیرش هستید توبه کنید که عشق مسیح در شما جاری بشه. مانع را بردارید که عشق مسیح در شما جاری بشه. هوایتون رو ترک کنید. اون چیزی که مانع شده که شما مثل قبل مسیح رو دوست ندارید اونو کنار بذارید. دومین طریق دادن وقت کافی با کیفیت. دادن وقت کافی با کیفیت برای ایجاد رابطه عاشقانه با خدا. اینم یک طریق مهم دیگه ایه که سبب میشه که ما عاشق خداوند میشیم. چطور ممکنه خداوند در زندگی ما در رأس همه قرار گرفته باشه، بالاترین اهمیت را برای ما داشته باشه، ولی ما به اون وقت نداریم؟ وقت نداریم. من به یه نفر مدتی بود در لندن رفتم پیداش کنم و گفتم تو کجایی؟ مثلا تو رو نمیبینیم. گفت قلبم اونجاست. گفتم ما اینقدر قلبتون رو دیدیم خسته شدیم، خواهش میکنم این دفعه خودت بیا. آخه چطور ممکنه تو قلبت اینجا باشه خودت نباشی؟ این چه فریبیه که شیطان به تو داده؟ مثل اشخاصی هستن که حرفای بد میزنن بعد میگن دل من خیلی پاکه، به زبونم نگاه نکن، من دلم مثل آینه روشن. میگن بابا این خلاف انجیله، این ایدئولوژی هایی که ما داریم خیلی ها ضد انجیله، بعضی از ضرب المثل های ما هم ضد انجیله. مسیح گفت زبان از یادتی دل سخن میگه. چطوری؟ واقعا قلبت با مسیح ولی زبانت یه چیز دیگه میگه. بنابراین عزیزان، ما اگر عاشق مسیح هستیم و میخواییم در این عشق رشد کنیم باید بهش وقت بدیم، وقت لازم رو بدیم. اونایی که میگن وقت ندارم خیلی گرفتارم، خواهش میکنم دیگه اینو نگید، بگید علاقه ندارم، همون شده رفت، رغبت ندارم. شما اگه وقت داشته باشید، یعنی علاقه داشته باشید، حتما وقت رو پیدا خواهید کرد. ببین دو نفر که عاشق میشن، حتی اگه سرشون هم خیلی شروع باشه، هر طور شده وقت رو پیدا میکنن برای دیدن هم دیگه. ما اگه عاشق مسیح هستیم وقت برای خواهیم داشت، و اگه میخواییم در عشق تربیت بشیم باید به اون وقت بدیم. چطور باید بهش وقت بدیم؟ اولا بهترین وقت رو بدیم، یعنی اولین وقت، وقت تر و تازه. به خدا توهین نکنیم، اون وقتای خسته کلافه خوابالود را آخرین وقت رو به خدا بدیم، نه، این توهینه به خدا. اولین همه مال خدا من. صبح که چشماتون باز میشه، قبل از انجام هر کاری اول همه ملکوتون رو بتنمید، رابطه عاشقانه با او رو برقرار کنید. من دیگه یاد گرفتم هر روز صبح که از خواب بلند میشم برای اینکه با پای راست بلند شم، با پای چپ بلند نشم، به قول معروف هفتن این چیزی که بیاد میارم اینه که این از روزی که خدا هست، در روز ساخته شده خدا شادی. حالا خواب بد دیده باشم، خوب دیده باشم، سرم سنگین باشه، سبک باشه، هوا ابری باشه، آفتابی باشه، روزیه که خدا ساخته و من در روز ساخته شده خدا شادی میکنم. دومین چیزی که بیاد میارم اینه که رحمت های خدا هر روز صبح تازه میشه. اینه که این منو خیلی سرحال میارم. رحمت خدا این رحمت دیروز نیست، فیض جدیدیه، مثل نور کپک زده نیست، نوریه که تازه از تنور بیرون اومده، فرش، گرم، تنوری. و حاکمیت خدا که امروز بر روز من هست، اولین وقت رو باید به او بدیم و وقت اختصاصی به او بدیم، وقت شخصی. این چیزی که مسیح میگه در اتاق تو ببند، برو با خدای خود تنها راز و نیاز کن، رابطه عاشقانه داشته باش. مسیحیت یعنی رابطه شخصی با خداوند. باید این وقت شخصی رو بدیم که صمیمیت ایجاد بشه.
شما میخواید با یک نفر دوست بشید، سهمی بشید، نمیرید در یک جمع رو ببینید، او رو دعوت میکنید تنهایی یک جایی خودتون با او تنها بشید. چقدر ما از این وقتهای تنها با خدا داریم؟ بعد میگیم چرا من عاشق مسیح نیستم؟ آخه چقدر وقتهای تنهاییتون پر با او؟ بعد آربرت عزیز واقعا باید همه شبانه ها اردو بگیریم از ایشون. میگه سالی 4 بار میره یک جایی. سالی بله جایی که میره چند روز با خدا مشغوله. واقعا شبان مبارکی داری شما. میگه اگه اون کارو نکنم اصلا نمیتونم خدمتم ادامه بدم. وقت تنهایی با خدا میگذره چند روز و هیچ کس هم باش نیست، خودش تنهاست و تربیت شده قوت یافته میاد. و برای همینه که مونده بعد از این همه سال، بعد از این همه فراغ و نشیم ها در کلیسه ها، وقت متمرکز بدید، هدفمند. این خیلی مهمه، متمرکز خدا بشید و وقت کافی و غریبش بدید، نه وقتای سر پایین سری. بعد به خدا که میرسن خیلی تند یک چی داره سریع میگن که زود تموم بشه. میگن یه نفر میخواست نماز بخونه و حوصله نداره، گفت خدای تو میدونی من چی میگم، الهی آمین. یه حوصله نداره نماز که تو آخر بخونه. حالا خب اون نمازه که رابطه برقرار نمیشه، همینجوری آدم عادت کرده میشه. ولی در رابطه با خدا ما باید واقعا بتونیم هدفمند و متمرکز و وقتی که حقیقتاً طولانیه بهش بدیم. شما با کسی که دوستید، صمیمی هستید، رابطتون سرپایی نیست. نمیرید در خونه بگه بیایی تو بگید نه همینجوری سرپایی من میخوام این چیزی بهت بگم. میرید قشنگ دم میزنید اونجا، ساعتها باش رابطه مشارکت صمیمانه دارید. اگه ما این کارا رو نکنیم که عشق نمیاد. باید بها بدیم برای تولید عشق. من وقتی تازه ایمان آوردم خدا اینو به من یاد داد. من آدمی نبودم که در حضور خدا بتونم بمونم، من تمرکز نداشتم. بعد همون موقع در شروع ایمانم در اتاقی که بودم همینطوری افکارم پریشان، افکارم این بر اون بر بود، ناگهان توی اون اتاقی که بودم موجی آمد همراه با یه سمفونی خیلی زیبا. من صدای خدا رو با این گوشام دوبار شنیدم، بقیه دفعات با درون دیدم، ولی این شروع ایمان من بود. و تو این موج و این سمفونی عظیم یه جمله کوتاه بود: در حضور من بمان، در حضور من بمان. این 59 سال پیش بود، من پسر 13 ساله بودم و من افتادم در حضورش. 3 ساعت با چه گریه توبه میکردم، حضور خدا تمام اون اتاقو گرفته بود. هنوزم که میگم بعد از این همه سال برای من تازه است. و اونجا فهمیدم اساس رابطه من با خدا اگه میخوام واقعا یه مسیحی خوب باشم، مسیحی عاشق باشم، اینه که در حضور خدا بمانم. هنر ماندن در حضور خدا رو یاد بگیرم. این رمز عاشق شدنه. این کاری که دیروز اشاره کردیم مریم انجام داد و مرتو انجام نداد، و از این جهت مریم اینطور عاشقانه در صحنه حضور داشت، به خاطر این بود که در حضور مسیح زیر پای مسیح نشست. موسی انقدر نشست در حضور خدا که میگه بهترین دوست خدا بود و صورتش اونقدر میدرخشید که نقاب روش گذاشته بودن. شخصیتش در حضور خدا تغییر یافت. قدم سوم، توجه یا تعمق مستقیم به هر کدوم از سه شخصیت خدای تثلیث.
تمرکز و توجه. دقت کنید این کلمات را. در اشعیا فکر کنم اشعیا باب 45 آیه 22 میگه ای همه کرانه های زمین به من توجه نمایید. خدا میگه به من توجه نمایید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. در همین عبرانیان 12 آیه 2ش میگه در او متمرکز بشه، در او تفکر کنید که مبادا در جانهای خود ضعف کرده خست خاطر بشید. شما اگه یه ذره‌بین بگیرید، مثلا این روزا که آفتاب اینقدر داغه، یه کاغذ سفید با خودتون داشته باشید، این ذره‌بین رو بذارید روی اون کاغذ زیر نور حرارت آفتاب، بعد از چند لحظه چی میشه؟ آتیش میگیره. شما کی قلبتون آتیش میگیره؟ که این آتش عشق در قلبتون روشن میشه؟ وقتی به او متمرکز میشید، توجهتون به سمت اونه، اون موقع است که در قلبتون اتفاقی رخ میده. من باید باز یکی از تجربیات تلخ خودم رو بگم که چند سال پیش داشتم. خواهش میکنم توجه کنید به این شهادت ها. ما اگه چیزی را امتحان نکرده باشیم، تجربه نکنیم، سعی میکنیم تعلیمش هم ندیم، چون نمیدونیم آیا واقعا واقعیه یا نه. من زمانی رسید رو زندگیم که از دعا کردن خسته شده بودم. دیگه دعا برای من خیلی کلافه‌ای بود، واقعا خسته شده بودم، اصلا لذت نمیبرد. این همه تعریف فرنسلین کرد از منده، یک چنین شخصیتی دیگه مایل نبود دعا کنم. خیلی هم از خودم بدم میومد اون روزا، چون من خدمت میکردم، شبان کلیسا بودم، ناظر شورای همگان بودم، در ایران یه خدمات خیلی مهمی انجام میدم برای کلیسای خانگی. حالا من برادر ادوار نمیتونم دعا کنم. و این مدتی ادامه داشت. در دعا من بیشتر افسرده میشدم، به جای اینکه دعا حال من رو خوب کنه، حال من بدتر میشد، خنگی میشد، با اون ارتباط برقرار نمیشد. پس تصمیم گرفتم، پس وقتی این طوریه چرا من دعا بکنم؟ بعد چیزی تغییر پیدا کنم و نمیدونستم چی کار بکنم که تغییر پیدا. خیلی تفتیش کردم و خودم بودم مشکل خیلی جدی روحانی ندارم، پس چیه مانش؟ و مثلا جواب دعام نمیگرفتم، خیلی بیشتر ناامید شدم. مدتی بود من اصلا جواب دعا نداشتم، خیلی کم. میگن یه کاهن یهودی میره جلوی دیوار ندبه، هی دیدید تو فیلم ها دیگه اینجوری اینجوری میکنن، هی دعا میکنن، خم میشن، راست میشن، فقط میدارن لای دیوار. یه خبرنگار ازش پرسید شما چند ساله میایید اینجا؟ گفت 60 ساله. گفت 60 ساله میایید اینجا دعا میکنید؟ گفت خب چه جوابی گرفتید؟ گفت هیچی، من فکر میکنم دارم با دیوار حرف میزنم. جواب نداد. دیوار ندبه به من جواب نداد. شنیدید یه مار عاشق یه مار دیگه شده بود؟ بعد از چند سال فهمید اون مار نبود، اون شلنگ بوده. خیلی افسرده شد، عشقش واقعی نبود. حالا ما با شلنگ طرفیم یا با یه چیز واقعیه؟ یعنی واقعا با خدا در ارتباطیم؟ برای من مرد خدا واقعی نبود و من نمیتونستم با ارتباط برم. این قلم از خودم بدم میومد، خجالت میکشیدم، سعی میکردم کسی نفهمه. اون موقع به ایشکی نگفتم، حالا دارم میگم چون رها شدم. وقتی از خدا صمیمانه با گریه با اشک و ناله پرسیدم خدا من دارم بس دیگه، به من بگو من چیکار بکنم که از این حالت میام بیرون، خدا با همین قسمت که الان گفتم صحبت کرد. گفت ادوارد تو
اصلا با من در رابطه نیستی که اصلا با من کاری نداری که به من عشق نمیبردی، اصلا حال منو نمیپرسی. تو موقعی که میخوای دعا کنی یه لیست بلند بالا داری اسم همه عالم توش نوشته شده، هر که بدبختی و مشکل داره از همه جای دنیا. خب ما با خیلی ها در ارتباطیم، دوستیم با خیلی از عزیزان که پخش شدن جاهای مختلف دنیا، من خیلی ها ما رو میشناسن، هزاران نفر. وقتی به من تلفن میکنم من میدونم یه بدبختی پیش اومده زنگ میزنه، یعنی وقتی واقعا تلفن زنگ میزنه من میگم یه بسم الله میگم بعد به قول معروف میدونم خبر خوش. وقتی مردم خوشن زیاد زنگ نمیزنن به ما، وقتی حالشون بده ما زنگ. بس چیزایی که از ما میخوام برای دعا همه شون نامبر وانه. یکی سرطان، یکی بچهش معتاد شده، یکی همسرش دیانت کرده، یکی داره طلاق میگیره، یه نفر داره دیپورت میشه، یکی خودکشی کرده، یکی عزیزش رو از دست داده، یکی تو زندان افتاده. بردارید ما رو دستان بده اومده دعا کنید. اینا همه عزیزان من هم. و من غیر از دعا نمیتونم کاری براشون بکنم. بعد مشکلات شخصی و خانوادگی و کلیسای محلی رو هم که داری. پس این لیست روز به روز طولانی تر میشه. من هر روز میرفتم تو بحر اینا. خدا من را این برادر چی میشه؟ اون خواهر چی میشه؟ اون یکی چی میشه؟ این خط من میرفتم تو بحر اینا که پاک مثل خود اینا افتاده میشه. و حالم بد میشه. پس باید چیکار میکردم؟ من به شفاعت معتقدم، ولی شفاعت رو شما وقتی باید بکنید که اولا این رابطه شخصیتون درسته، بعد اون وقت شفاعت اثر داره. من واقعا گفتم خدای من راه درمانش چیه؟ من چیکار بکنم؟ گفت همه این لیست به تو پاره کن بود برسه. اینا هروی من شده. مردم اومدن جای من رو گرفتن. خدمت به مردم اومده جای رابطه رو گرفته. تو اصلا عاشق من نیستی. تو بزرگترین گناه رو مرتکب شدی. گفتم چه گناهی که بزرگترین؟ گفت عاشق من نیست. همین. بزرگترین دستور مگه این نیست که خداوند خدای خود رو با تمام وجود محبت کنه. خب بزرگترین گناه یعنی شکستن همین دستور دیگه. حالا چطور شروع کنم؟ اولین آیه که به یاد من آورد خدا چی بود؟ مزمور 105 آیه 4. روی او را پیوسته بطلبید، حضور او را پیوسته بطلبید. برای هیچ چیزی گفته نشده که پیوسته بطلبید. برای طلبیدن روی خدا حضور خدا میگه پیوسته بطلبید. من طلبیدم. گفت بقیه را فراموش کن، با من مشغول باش. دعا قبل از درخواست طلبیدن روی خداست. برای خیلی دعا شده فقط خواهش و التماس. همینطور که گفتم تو فرهنگ بد ایرانی ما دعا یعنی برداری تو التماس دعا ما رو تو دعا یادتونه به عوض ما دعا بعد میگم به عوض ما دعا کنیم. اینم خیلی عجیبه. به عوض اونا من چطور دعا کنیم؟ برای اونا میتونم تو به عوضشون. خیلی آفته هستن که خودشون نماز نمی کنن بعد پول میدن به یکی دیگه جاشون بکنه به عوض من نماز بکنه. حالا برای ما هم مسیحیان اینو میگه. خب عزیزان من شروع کردم فقط با خدا مشغول شدن. دعا در وحدی اول اینه. درخواست ضعیفترین قسمت دعاست. من نمیدونم دو نفر که همدیگر رو دوست دارن چقدر از همدیگه درخواست. من عاشق همسرم هستم. من نمیدونم در طول زندگیم چند بار از اون خواهش کردم. مثلا یه هر روز بگم نازی جان خواهش میکنم به من شام بده، لطف کن تو را به جون مادرت یه چایم دنبال کن. نازی جان این کار رو برای من میکنی؟ اون وقتی عشق هست دیگه هم برای اون من میکنم هم اون برای من میکنه دیگه.
اینقدر گدایی کردن لازم نیست. برای ما شده همین. دعا کنیم، یعنی پرونده رو باز کن، لیست رو باز کن. خدا به من گفت این لیست تو رو بدبخت کرده، تو احتیاجت این نیست، چون در اولویت قرار گرفتم. به خاطر این با من مشغول باش. اول همه من گفتم ملکوت مرا بدهد، بقیه چیزا به داده خواهد شد. خدا من رو همیشه پیش روی خود میدارم، چون که به دست راست من از جنبش نخواهم برد. هیچ برای من در آسمان غیر از تو هیچ چیز رو روی زمین نمیخوام. شروع کردم به یاد آوردن دونه به دونه صفات خدا. اصلا من خب آیه کتاب مقدس سعی کردم یاد حفظ کنم. این دکمه کامپیوتری که میدانم مثلا محبت خدا 100 تا آیه میاد، دیگه احتیاج نیست به کانفرنس مراجعه کنم. فیض خدا 200 آیه میاد، قدرت خدا همینطور میاد. هر روز تو یک از این صفاتش متمرکز میشه. نه چند دقیقه، حسابی، غنی، خوب، دونه به دونه اسامی خدا رو بیاد میارم، اسامی پسرش رو. میدونید عیسی مسیح در کتاب مقدس چند تا اسم داره؟ شمردن 256 تا اسم. حالا بگم چند تاشون رو ببرید شما شاید نکنید. 256 تا اسم داره عیسی مسیح. من هر روز 2-3 تاشو انتخاب میکنم، پس برای تمام سال دارم دیگه. میرم تو بعدش. روح القدس چند اسم داره؟ چه کارایی میکنه؟ پدر، پسر، روح القدس تمرکز من شد. یعنی الان من اگه 1 ساعت قرار دعا کنم، میدونی چیکار میکنم اون 1 ساعت رو؟ 50 دقیقه اولش رو هیچی از خدا نمیخوام، فقط روی او را میدارم، فقط با خودم مشغولم. و میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اون 10 دقیقه آخرش رو چیکار میکنم؟ 10 دقیقه آخر میگم خداوند، مثلا آلبرت رو که تو میشناسی، سر و پای آلبرت رو تو میدونی چیه دیگه، میسپارم زیر پای تو، نسلیم را میذارم در کنترل تو. اون یکی رو دیگه نمیرم هی گریه کنم بگم آلبرت دوباره. ما فکر کنیم هرچی بیشتر گریه کنیم بیشتر جواب میدیم، دلسوزی خدا رو جلب. دعا دیروزم گفتم به شما سپردنه. اولا طلبیدن روی خداست، دوم سپردنه. درخواست نیست، درخواستا رو به سپردن تبدیل کنید، به اسپار و راحت شد. من اون 10 دقیقه آخر رو میسپارم، اون لیست رو هر روز میندازم زیر پاش. البته دونه به دونه میسپارم، ولی لازم نیست تمام لیست رو هر روز بسپارم. نگاه میکنم ببینم روح القدس کدوم یکی رو برای اون روز هدایت میکنه، مثلا اون به ذهن من میاره. دعای من از این فرمول ها بیرون اومد. و میدونید چه اتفاقی افتاد بعد از اون؟ اولا من عاشق مسیح شدم، برای همین موعظه عاشق شدن رو آماده کردم. این منو کمک کرد، دوباره اون عشق خفته من، عشق سرد من زنده شد. یک رابطه جدید عاشقانه برقرار شد، وارد یک مرحله تازه از شناخت خدا شدم. دوم اینکه از ته چاه بیرون اومدم، روی سقفه، روی قله کوه رفتم. شما وقتی روی قله کوه بیستی، پایین رو که نگاه میکنی، این تریلی های بزرگ مثل اسباب بازیه براتون. آدم ها که مثل مورچه‌ن، رو همه چیز اشراف داریم. قبلا همه چیز رو من اشراف داشت، رو من مسلط بود. حالا همه چیز تحت تسلط من قرار. و از همه مهمتر، غیر از آشتی کردن با دعا، از اون به بعد جواب دعا زیاد گرفتم. من قبلا خیلی جواب دعا نمی گرفتم. تو این 2 سال گذشته چند شب پیش با نازی شمردیم، 18 تا مطلب دعای درشت از خدا گرفتم. درشت که میگم یعنی خیلی دعاهای مهم ها،
نه اینکه مثلا تاکسی میخواستم قبول بدون خدا هم دوی تاکسی بکنید یه اومد نه من دونم اینجوری دونه دعای اینجوری نیست اونم دعای خوبیه ولی دعاهای درشت که تعیین کننده بود یعنی زندگی ما را عوض میکرد مثلا بچه ما مدتی حامله نمیشود خدا دعا کردیم بچه ای داد بهش بیماری سختی داشتیم دعا کردیم خدا شفا داد ولی وقتی این دعاها بیشتر جواب داده شد که من یاد گرفتم به خدا توجه کنم به اون نگاه کنم مزمور 37:4 میخوام این آیه را حفظ کنید با من بگید در خداوند تمتع ببر پس مسئلت دلتون را به تو خواهد یه بار دیگه در خداوند تمتع ببر پس مسئلت دلتون رو به تو خواهد داد بعضی وقت اگه میخواید معنی آیه رو بهتر بفهمید برعکسش کنید حالا در خداوند تمتع نبر مسئلت دلتون رو به تو نخواهد داد تمام شو برم کدومش رو میخواید اولی یا دومی؟ اولی ما گاهی وقتا فکر میکنیم برای رسیدن به آرزوهامون رو که خواستهامون بعد فقط گریه کنیم بزنیم به سینمون تا سو عاشورای مسیحی را بندازیم تا اینکه خداوند مثلا دلش به رحم بیفته عزیزان در خداوند تمتع ببر به او نگاه کن به او توجه کن عاشقانه او را بپرست بذار او در رأس زندگیت باشه او بالاترین همه باشه خواسته های تو زیر پایه تو زیر پایه اونه اینو امتحان کنید من خیلی میتونم در این مورد صحبت کنم ولی چون دو مورد دیگه هم هست که میخوام بهتون بگم میخوام بگم که واقعا این منو دگرگون کرد به شما بگم تمرکز به خدا توجه به او این تمرین میخواد که بتونید شما فکرتون رو متمرکز فقط رو بکنید شما را از حالتهای بیتفاوتی، از حالتهای حواس‌پرتی، پراکندگی افکار، کم محلی نسبت به خدا هم. عجله و شتاب، اینکه هول‌هولکی سرپایی بخوام یه چیزی بگم برم پی کارم، از بی‌حوصلگی، از خستگی، از بی‌حالی، از برخورد سطحی و ناپخته به اصطلاح سنبلکاری. و سرسری روبرو شدن با خدا از بیتوجهی نسبت به خدا ما رو رها میکنه تمرکز کنید به خدا این مدیتیشن نیست دا مدیتیشن فرق میکنه تلقین هم نیست اصلا چنین چیزایی نیست ما در مسیحیت نداریم تلقین و مدیتیشن و اینا نداریم این یه ارتباط واقعیه تلقین فرقش با این رابطه دو تا چیزه در تلقین روانپزشکی هیچ پشتوانه‌ای وجود نداره. مثلا برید پیش روانپزشک، روانپزشک به شما میگه که شما 100 بار برو جلو آینه بگو من خیلی خوشگلم. من خیلی زیبا هستم یا خوشتیپ هستم. بعدش اگه پول نداری بگو من خیلی پول دارم. من خیلی اینقدر بگو تو باورت بشه که با من هستی با این یکی از روش های تلقینه تلقین یعنی این دیگه یعنی فریب خودمون پس هیچ پشتوانه ای نداره ضمناً تلقین هیچ تاییدی نداره شما تلقین میکنی میگی اینا را ولی کی تایید میکنه اون رو هیچ کرد کی گفته تو اینی هیچ کرد ولی وقتی ما ایمانمون رو اعتراف میکنیم عشقمون رو اعلام میکنیم رابطه صحیح با خدا داریم اولا تاییدش خود کلام خداست بر اساس کلام خداست که ما اینیم و تاییدش روح القدس است پشتوانش کلام خداست تایید مهر روح القدس پس این تلقین نیست سومین قدم اتفاقا همینه شما ارتباط کلامی عاشقانه با خداوند برقرار کنید
ارتباط کلامی عاشقانه، نه اینکه فقط تمرکز کنید، بگید. من اینجا یک چیز خوبی که در کلیسای هامبورگ یاد گرفتم و خوشحالم برای شما، من میخوام تشویقتون کنم دنبال کنید. موقعی که برادر آلبرت پرستش را هدایت میکرد، لابلای پرستش همشون ساکت نبودید، داشتید دعا میکردید، یا به زبانها یا به زبان عقل داشتید پرستش میکردید، یعنی فعال بودید. خیلی کلیسا موقع پرستش گرمن، پرستش که تمام میشه موتورشون خاموش، یعنی یه هور دوباره افسرده میشه، منتظرن دوباره و رهبر پرستش اینا رو به هیجان میکنه. این قشنگ نیست. ببینید، شما کلام رو به کار ببرید، کلام زبانیتون رو، قربون صدقه خدا برید. شما میگید مگه خدا از قلب من باخبر نیست؟ چرا؟ ولی وقتی که شما به زبان میارید، عشقتون، ایمانتون از اون قفس میاد بیرون، رها میشه. به زبان که میارید عشقتون تقویت میشه. باور کنید این در مورد همسرتون و بچه‌هاتون هم صادقه. من به یه نفر گفتم تو هر روز به همسرت میگی که چقدر دوستش داری؟ گفت من از این جنبولک بازی خوشم میاد. گفت من تظاهر نمی کنم. یعنی چی فیلم هندی بازی کنیم؟ گفتم بابا تظاهر وقتیه که تو قلبت نباشه، ریاکاری نه، ولی وقتی چیز تو قلبته و میگی، اون دیگه اسمش تظاهر نیست. من هر روز میگم، اینجا هم که هستم روزی دو بار لاغر تلفنی خبر میدم، یا اگر پیداش هم نمی کنم تکست میدم که خیلی دوست دارم، امروز بیشتر از این میدم. این اعتراف عشق مثل مخزن بنزینه، بنزین رو میزنی کار میکنه ماشین. شما باید این تربیت رو بکنید، به بچه‌هات هم باید بکنید. واقعا ما باید یاد بگیریم ارتباط کلامی عاشقانه رو باید یاد بگیریم. نسبت به خداوند هم همینطوریه. شیطان هم باید بشنوه. شیطان که آرتون گروه نید. شما وقتی عشقتون رو اعلام میکنید، او میشنوه و میفهمه که شما مال خداوندید. او میشنوه که شما اعلام موضع میکنید. بعد کمک میکنه خودتون آزاد بشید. از هر رو بیتفاوتی. من به سکوت معتقدم. سکوت لازمه. در وقت خودش باید سکوت کرد. ولی سکوت کافی نیست. شما در کتاب مقدس ببینید چقدر اعتراف نیکو هست، چقدر اعلام موضع هست، چقدر اقرارهای مثبت هست، چقدر مواضع عاشقانه هست. کلام خدا پر از این چیزا. مزامیر رو نگاه کنید، داوود چه چیزایی میگه یا بقیه سرایندگان میگفتن. اگه نمیگفتن که ما الان نداشتیم که خودمونم بشنویم. اعلام میکردن، چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان جان من مشتاق توست، جان من مثل زمین خشک تشنه توست. ای خدا من، قوت من، تو رو محبت میکنم. جان من سخت به تو چسبیده است، در پاسهای شب در تو تفکر میکنم، در نصف شب برخاستم تا تو رو هم بگویم. روز و شب تو در مغز من، در فکر من داری میچرخی. ای خداوند، تو را میخوام، حضور تو را میخوام، روی تو را میطلبم. از این چیزا چقدر زیاده. و اعلام، شما وقتی اعلام میکنید، باور کنید کنترل در دست اعلاماتون میاد. میدونید که زبان ما در یعقوب باب 3 میگه 3 تا نقش داره: سکانه، ابزار و دیگه چی؟ آتش. هر سه تا کنترل کننده هست. کشتی های به این بزرگی با این سکان کوچیک اداره میشه. اسبای به این نیرومندی با یک ابزار کنترل میشه. جنگل به این بزرگی با یک آتش کوچیک میسوزه. زبان ما وقتی با ایمان میگیم، آگاهانه میگیم، با عشق میگیم، به صورت مرتب میگیم، در یک رابطه شفاف میگیم و باور داریم که آنچه که میگیم اعلام میشه، انجام میشه، توش قدرت هست. از این قدرت کلامیتون استفاده کنید. شما جایی که
ایکو داره تا حالا بودید حتما انعکاس صدا. حالا شما اونجا بایستید بگید من خیلی بدبختم چی میشه؟ اون از اون طرف صدا میاد بگه من خیلی بدبختم، دو برابر بدبخت میشه، یعنی هر چی میکنید همون رو درو میکنید. ولی حالا بگید من در مسیح پیروزم، من عاشق عیسی مسیح هستم. وقتی اینا رو اعلام میکنی مثلا عشقتون رو تربیت میشونی. خدا مگه خودش این همه اعلام نکرده نسبت کنید؟ شما یه بار اینا رو پیدا کنید لطفا. من پیدا کردم 150 تا چی شد که خدا به ما میگه چقدر قربون سهره ما میره و از ما این انتظار رو داره. رابطه عاشقانه دو طرف است. تا ما دیدید خدا اینجوری حرف بزنه مثلا خدا بگید ای با خاک آدم من موندم توش حیرونم نمیدونم چیکار بکنم بدبخت شدیم رفت اومدیم یه چرتی بخوابیم شیطان کار خودش رو کرد تو بنبست افتادم من بیچاره. شما دیدید خدا اینجوری حرف بزنه؟ حالا من شما یه سوال دیگه دارم، شما دیدید ایمان دارن اینجوری حرف بزنن؟ بابا چون یاد نگرفتن اعتراف نیکو را، اقرار مثبت را اعلام کنید. در عشق اعلام شده قدرت هست و آیات فراوانی هست که این را بیان میکنه. منتها من صحبتم رو با یک نکته تمام کنم در رابطه با پنجمین درمان تربیت عشق، پوری مستمر روح القدس عشق خدا را در ما جاری میکنه یا تربیت میکنه. پوری مستمر، مستمر که میگم یعنی همیشگی، نه اینکه فقط بگیم 15 سال پیش من از روح القدس پر شدم یک کمی هم به زبان حرف دادم، نه این نیست. پوری مستمر افسوسیان 5:18 میگه از او پر شوید، یعنی به طور مستمر پر شوید، فعل استمراری اونجا به کار رفته. پوری روح القدس رومیان 5:5 میگه محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شده ریخته شده. محبت خدا در دلهای ما به روح القدس ریخته شده. کتاب غزل غزلها باب 2:4 سلیمان میگه مرا به میخانه آورد، یا محبوبه میگه، محبوبه میگه، بله محبوبه به سلیمان میگه، به محبوبش، مرا به میخانه آورد، خانه شراب، علم وی بالای سر من محبت بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی من اومدم در میخانه خدا با شراب آسمانی منو پر کرد و منو مست کرد، یه اتفاق افتاد، یه پرچمی بلند شد بالای سر من و اون پرچم عشق بود. هر کشوری با پرچمش شناخته میشه دیگه. دو تا کشور که با هم جنگ میکنن وقتی یه جایی رو میگیرن اولین کاری که میکنن چیه؟ پرچمشون اینجا نصب میکنن. یعنی اینجا متعلق به منه، پرچم علامت حاکمیته. وقتی ما در میخانه خدا از شراب روح القدس مست میشیم، کاری که اتفاق میفته اینه که پرچم عشق خدا بالای سر ما به اهتزاز در میاد. پوری روح القدس میدونید یعنی چی؟ یعنی زندگی تحت کنترل روح. این بهترین مفهوم پوری روح. روح القدس ما رو کنترل میکنه، اعصاب ما رو کنترل میکنه، عواطف ما رو کنترل میکنه، اراده ما رو کنترل میکنه، زبان ما تحت کنترل میاد، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ما، دعاهای ما، شهادت های ما، خدمات ما میاد تحت کنترل خدا. شما که رانندگی میکنید خیلیاتون تا حالا ترمز بریدید؟ من خاطره طرف بریدن ترمز رو تو ایران داشتم. هرچی میزنید وای نمیسته ماشین، برای خودش میره. بعضی ها فرمان میبرن، اونم خیلی بده. هر جور میچرخونی ماشین راست و چپ نمیده، برای خودش میره.
زندگی بدون پره روح القدس یعنی ترمز و فرمان زندگیتون بریده باشه. برای خودتون دارید. ما یه خواهر پیری داشتیم تو کلیسا اینطور دعا میکرد. میگفت خدایا منو به حال خودم با نذار. اگه منو به حال خودم با بذاری من خیلی آدم خطرناکیم. من فاجعه خواهم آفرید. بعضی از جوان ها میخندیدن به دعایشون. من رفتم بهش گفتم خواهر جان این دعا رو در جمع نکن. من میدونم تو چی میگی. ولی همه نمیدونم. گفت اونایی که میخندن رفتشون از من بدتره. گفت من ببخشید اینو میگم. من سگ حال درونیمو میشناسم. اون الاغی که در وجود من هست من میشناسم. اگه من روش سوار نشم من سواره. من نیاز دارم تحت کنترل او باشم. منو به حال خودم با نزد باشم. چقدر عالیه. پوری روح القدس ما را از حال خودمون در میاره. میاره زیر کنترل عشق خدا. ما اینو احتیاج داریم که بیاییم زیر کنترل روح خدا. و اونجاست که عشق خدا سرازیر میشه. و ما باید اجازه بدیم روح القدس هر روز ما رو پر کنه. هر روز ما رو پر کنه. یک پوری جدید به ما بده. مکث جدید به ما بده. اینها کمک میکنه که رابطه ما با خدا یک رابطه عاشقانه باشه. آمین. آمین. یک دعا کنیم. درهای خود رو باز کنیم. چند لحظه در سکوت قلب خود را تفتیش کنیم. واقعا زندگی بدون عشق یعنی زندگی در پوچی، زندگی بدون عشق خدا زندگی در سرگردانی است، زندگی در بتالت، زندگی در بی‌هدفیه، زندگی در ناآرامیه، زندگی بدون عشق خداوند زندگی خشک و پژمرده‌ایه، زندگی بی‌روحیه، زندگی خارج از عشق خداوند اصلا لذت بخش نیست، خلأ داره توش. آنچه که میتونه خلأ ما رو پر کنه عشق خداست. چقدر عالیه که قلب‌های ما پر از عشق بشه و ما بفهمیم که رابطه‌ای که ما با خدا داریم یک رابطه کاملا عاشقانه، صمیمانه، دوستانه، رابطه دلچسب زیباست. این مهمترین چیزه، مهمترین خواسته خداوند از ماست. این چیز را با عشق او عوض نکنید. عشق اگه باشه بقیه چیزا خواهد شد. دنیای ما امروز عشق خدا را نشناخته، برای همین این همه بدبختی هست، این همه خیانت هست، این همه فساد هست، این همه جنگ هست. چقدر را با هم زندگی می کنند، نسبت به هم بی تفاوتند، طلاق عاطفی گرفتند. چقدر ما نسبت به دیگر بی توجه می شیم. چون عشق نیست. اگه می خواهید رابطه ما با دیگران هم درست بشه، باید اول رابطه ما با خدا درست بشه. اولین دستور اینه، دومین دستور اینه که همسایت رو مثل نفس خودت محبت کن. شما همینجا نشسته، قبل از این که برادران بسپارم که
بقیه برنامه رو عشای ربانی رو برش که هست هدایت کنه. میخوام از شما بپرسم، آیا شما میخواهید وارد یک رابطه جدید عاشقانه با خداوند بشید؟ واقعا میخواهید که اجازه بدید روح القدس عشق خدا را در قلبتون جاری کنه؟ میخواهید سهم خودتون رو در راههایی که امروز نام بردم برای تولید و افزایش این عشق انجام بدید؟ آمین. اشخاصی که میخواند یا بیستن یا دستشون رو بلند کنن، هر جور راحتن، بعضی شاید نتونن بیستن ولی میتونن دستشون رو بلند کنن. میدونید الان که میخواییم به عشا نزدیک بشیم، عشای ربانی یعنی چی؟ یکی از مفاهیم عشای ربانی پیمان عشق، پیمان عشق دو طرفه بین ما و مسیح. وقتی ما نان و پیاله رو میگیریم به خداوند، خداوند به ما میگه فرزندم اینقدر تو رو دوست داشتم، جونم رو برات دادم، خونم رو برات ریختم، الان میخوام با تو تجدید عشق کنم. به یاد من، گفتیم رو به یاد من به جا آورید، به یاد عشق من. بعد شما وقتی شرکت میکنید میگید خداوند من هم با تو تجدید عشق میکنم، تو رو بغل میکنم، تو رو میبوسم، تو رو در آغوش میگیرم و میگم خداوند همینطور که جونت رو دادی، خونت رو ریختی، من هم تمام قلب و زندگیم وقف توست، عاشق تو هم، به یادگاری تو، به یادگاری عشق تو در بدن و در خون تو شرکت میکنم. اونهایی که ایستادن یا در دعا با ما متحدن، خواهش میکنم قلبتون رو باز کنید. در این دعایی که من میکنم شما نیز سهیم بشید، حالا چه به صدای بلند چه در قلبتون، ولی اگر میخواهید در این دعا همراه باشید با ایمان این دعا را ادامه کنید. خدای عاشق، منو ببخش که آنطور که تو خواستی با تمام دل، با تمام خاطر، با تمام جان و با تمام قوت محبتت نکردم. ای خداوند، امروز به حضور تو آمدم و از تو میخوام که در این قلب بی تفاوت من عشق جدیدی رو ایجاد کنی. ای خداوند، من از هر رابطه خوش و سرد و یک نواخ خسته شدم، نیاز دارم که با عشقت من رو ملاقات کنی. من با تو هم کاری میکنم، هر چیزی که مانع هست، جایگزین هست، ازش توبه میکنم. هر بار گران، هر عادت نادرست، هر اسارتی که حاکمه بر من، کنار میذارم.
خداوند رو من تصمیم گرفتم که روی تو رو پیوسته بدارم. من دیگه نمیخوام اینقدر مشغول خودم باشم. اینقدر مشغول دیگران باشم. اول همه ملکوت تو رو میخوام. اجازه نمیدم هیچ کس و هیچ چیز دیگر جای رابطه عاشقانه مرا با تو بگیرد. میخوام بهترین وقت خودم رو به تو بدم. وقت با کیفیت، وقت غنی، وقت شخصی. ای خداوند، میخواهم که دائما اعلام کنم عشقی که نسبت به تو دارم. میخواهم به تو متمرکز بشم، توجه من به سمت تو جلب بشه، مشغول شدن با تو، طلبیدن روی تو روال زندگی من باشه. ای خداوند، اجازه میدم روح القدس هر روز عشق جدیدی نسبت به تو در من ایجاد کنه. تو رو شکر میکنم که پیمان مرا با تو قبل از شرکت در میز مقدس پذیرفتی. الانم میخوام در شرکت بدن و خون تو تجدید عشق کنم. تو رو بغل کنم، تو رو ببوسم، نام و خون مقدس تو را به یاد تو، به یاد عشق تو بخورم و بهت بگم دوستت دارم بالاتر از هر کس و هر چیز دیگر. به نام عیسی مسیح خداوند، پادشاه محبت، سرچشمه محبت، جلال بر نام تو. آمین. چند لحظه همه شکر کنیم برای اینکه خداوند توبه ما را، تصمیم ما را، پیمان ما را پذیرفت. شکر کنیم، عاشقانه شکرش کنیم، جلال بدیم نام خداوند.